سلام دوستان، محمد هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به هنرمندان فراموش شده ی سینما میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. بسیاری از بازیگرای ایرانی که شاید در دوران کاری خودشون ستاره بودن، طی گذشت زمان با محدود شدن دایره پیشنهادات و انتخابهاشون در بیکاری به سر برده و به مرور به فراموشی سپرده شدن. در این ویدیو از کانال یوتیوب باید بدانیم به تجدید خاطره چهره های محبوب دنیای سینما و تلویزیون که مدت هاست خبری از اونها نیست میپردازیم. غلام حسین لطفی، ایشون یکی از بازیگرای مطرح و دارای دکترای افتخاری تئاتر. این بازیگر کار خودشو از سریال دلیران تنگستان در سال 52 آغاز کرد. غلام حسین لطفی کارگردان سریال به یادماندنی آینه است. غلام حسین لطفی در مورد کمکاری خودش در سالهای اخیر میگه: در کشور ما اینجور باب شده که هرچی سن بالاتر بره کار کمتره. بخشی از این کمکاری هم به دلیل خود هنرمنده. بعد از چند سال کار و تجربه آدم سختگیر میشه. به خصوص برای من که تا نقشی رو دوست نداشته باشم اونو بازی نمی کنم. البته بعضی وقتا از نقشی خوشم میاد، ولی وقتی برای قرارداد میرم کارگردان فکر میکنه حالا که کم کار شدم پس با دستمزد 30 سال قبل هم حاضرم بازی کنم. هایده حائری، هایده حائری بانوی هنرمندیه که در فیلم‌های پرواز پنجم ژوئن، هامون، برخورد، روانی و مجموعه‌های تلویزیونی گرگ‌ها، به سوی افتخار، پلیس جوان، مرگ تدریجی یک رویا و غیره بازی کرده. در سال‌های اخیر از عرصه بازیگری دور شده و در هیچ فیلم و سریالی حضور نداشته. هایده حائری در بیشتر کارهای خودش در نقش زنی متمول و مدرن هنرنمایی کرده. فریماه فرجامی، فریماه فرجامی قبل از انقلاب چند تجربه در تئاتر داشت تا اینکه اولین بار بعد از انقلاب اسلامی در سال 59 با فیلم گفت هر سه نفرشان جلوی دوربین رفت. بازی در خط قرمز مسعود کیمیایی در سال 60، فیلم تیغ و ابریشم سال 64 و فیلم اجاره نشین ها از داریوش مهرجویی در سال 65 از ایشون یک بازیگر سرشناس ساخت. خانم فرجامی در سال 67 با سریال بخش 4 جراحی نیز وارد قاب تلویزیون شد، اما شهرت زیاد ایشون به خاطر بازی در فیلم نرگس رخشان بنی اعتماد در سال 70. فریماه فرجامی سالهاست از مصاحبه در مورد زندگی شخصیش امتنا میکنه. با این حال او با همسرش که در عکس ها میبینید زندگی موفقی داره. فردوس کاویانی، خیلی از مردم فردوس کاویانی رو با بازی شیرین ایشون در مجموعه خاطره انگیز همسران در سال 73 به خاطر دارن. فردوس کاویانی بازی خودش رو با تئاتر از سال 40 و در سینما از سال 51 با هنرنمایی در فیلمی به کارگردانی حمید مصداقی شروع کرد. این هنرمند در طول سالهای کاری خودش در 29 فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرد، اما در سالهای اخیر به دلیل بیماری از عرصه هنرمندی دور شده و در هیچ پروژه‌ای حضور نداشته. اردیبهشت 96 و حضور فردوس کاویانی در 14 جشنواره شب بازیگری، اون هم بعد از 6 سال دوری از محافل هنری، موجب متأثر شدن اهالی هنر شد. او که به شدت از ضعف جسمانی و حرکتی رنج میبره، در شرایطی که سخن گفتن براش سخت بود تونست به صورت بریده بریده بگه: امروز خیلی خوشحالم. همسرش سپس در گفتگویی اعلام کرد آقای کاویانی مبتلا به بیماری پارکینسونه و در این مدت مجبور شده از داروهایی با دوز بالا استفاده کنه که شرایط رو برای ایشون سخت کرده. این زوج یک دختر به نام آرمیتا دارن. جهانبخش سلطانی، جهانبخش سلطانی بازیگر سرشناسیه که آثار فاخر و ماندگاری در کارنامه هنری خودش مثل قصه های مجید، مردان آنجلوس، افق و غیره داره. این بازیگر از سال 91 در هیچ پروژه سینمایی بازی نکرده و آخرین حضور ایشون در تلویزیون هم مربوط به سریال تاریخی یوسف پیامبر محصول سال 88. فتلی اویسی،
فتلی اویسی بازیگر و کارگردانیه که در روزهای پرکار خودش نقش‌های به یاد ماندنی در آثار مهم رو ایفا کرده. این بازیگر در اولین فعالیت سینماییش بازی در فیلم قدغن از علیرضا داوودنژاد در سال 57 رو تجربه کرد. فتلی اویسی در نیمه دوم دهه 70 در تلویزیون بسیار فعال بود و در سینما هم بازی ماندگار ایشون در فیلم‌های ناخدا خورشید، سرب، هیجو، بانو، جهان پهلوان تختی و مومیایی سه دریات ها مانده. فتلی اویسی در آخرین سال حضور خودش در تلویزیون بازی در سریال چمدان و دست بالای دست رو در سال 91 و بازی در فیلم سینمایی بازگشت لوک خوششانس و دریا کنار در سال 93 رو تجربه کرده و از اون پس در هیچ پروژه‌ای حضور نداشته. محمود بصیری. محمود بصیری بازیگر با سابقه سینما و تلویزیونه که کار خودشو با فیلم سینمایی زنها فرشته‌اند در سال 42 آغاز کرد و آخرین حضور او در سینما مربوط به فیلم دارا و ندار در سال 78. این بازیگر در سریال‌های هزار دستان، آرایشگاه زیبا، گل پامچال، خانه در آتش، هتل، سیب ترش، بانکی‌ها و غیره خوش درخشیده. محمود بصیری بازیگر پیشکسوت عرصه سینما و تلویزیون در سالهای اخیر بسیار کمکار شده و حضور چندانی در عرصه تصویر نداره. محمد کاسبی. محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت و هنرمندیه که سابقه برنده شدن سیمرغ بلورین و کاندید شدن در دو دوره جشنواره فیلم فجر رو داره و ایشون با حضور در سریال خوشرکاب بیشتر در ذهن مردم مونده. محمد کاسبی کار خودشو در فیلم کوتاهی به نام قصد به کارگردانی خودش در سال 66 آغاز کرد و آخرین هنرنمایی ایشون در سریال بچه مهندس 2 در سال 97 بود. این بازیگر در این مدت در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی هنرنمایی کرده ولی در سالهای اخیر بسیار کمکار شده و تقریبا در هیچ پروژه‌ای حضور نداشته. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.